بیننده های چینل کابل ژورنال آرزومند هستم که جور صحتمند سرحال باشین. در یک از دیگر برنامه ها در حضورتان قرار دارم و شاید شما بگین که ما امروز باز کجا آمدیم، چی برنامه براتان ثبت نکنم. امروز آمدیم که یاد خاطرات اونایی که در سینما کار میکردن از تازه بسازم، اونایی که صدها خاطره دارن از کوچه خرابات، از هنر سینما که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و یا هم دست از هنر سینما کشیدن مال کار نمیکنن. آمدم که قصه های جالب نبی عطایی که مشهور به کاکا نبی هستک بشنم. امروز آمدیم مهمان از اینا هستم، سخنهای زیاد دارم، گپای زیاد دارم، قصه های زیاد دارم. از یاد خاطراتشان میگه، از هنر سینما میگه، از سابقه میگه، به خاطر که خیلی وقت میشه که در هنر سینما بودن، نه اونا آمدن که بگویم یک چند سال میشه آمده، تقریبا 30-40 سال میشه که در هنر سینما هستن. قصه بیشتر از خودشان مشتری مرا همراهی کنیم. عطایی صاحب سلام، خوب هستین؟ صحتمند چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟ جان جور، سلامت باشین. من داخل برم. چطور هستین عطایی صاحب؟ چی حال دارین صاحب؟ انشالله صحت کامل دارین. خدا را شکر که جور صحتمند دیدم تا. شکر که شما جور هستین، زنده باشین، که یاد قریبا کردین. سلامت باشین. تشکر از اینکه مرا مهمان قبول کردین. چرا نه، مهربانی بیا. آها. به زحمت نکرده باشیم شما را. دوستان، من داخل آمدم خانه کاکا نبی. شما دوستان دیگه آشنایی دارین، فیلم های مختلف شدیدین، زیاد فیلم ها رو بازی کرده. خصوصا دیگه اگر نقش منفی باشه دیگه به اینا باشه، کاملا هم خانی داره، بسیار نقش های خوب دارن. من آستاس داخل میرم، اینا هم دیگه منتظر ماندن. عطایی صاحب انشالله که جور هستین. تشکر، فضل خدا. دیگر خون معلوم میشه. والا از این که دلتان گرفته است. زندگی سه رقم بر رقم، گای پایین گای بالا، خود تیر میشه، بازم شکر. من قسمه که در فیلم ها دیده بودم اما تو بدخوی، این اما تو پیشانی تان ترش، از نزدیک هم اما تو رست. والا نه، به قابل شما که ما هستم بسار اما تو عاجز ملایم شما دیگه. افدار هستین بالای ما. نه واشنایی دارم. دمی فهم که یک نفر نقش میتن، از کدام نگاه نقش میتن؟ نظر به موچیریش میتن، خوی خواسش میتن؟ نظر به تیپ و قواره است. ببینه که قوارهش به منفی سر میخوره، به مثبت. به شما کدامش بر میخوره؟ ما خونه مردم میبینه که به منفی سر میخوره. ما فیلم های مثبت هم البته دیگه داشته ناگفته نمان. بله، ولی نقش های پدره کار کردیم، نقش های ملک کاریره است. پدره، از ملای مجده، از می چیزها را ما کار کردیم. بیننده فیلم های مختلف بودیم، مشاهده کردیم، علاقه مند سرسخت تان هستم. این خدا را شکر که از نزدیک دیدم تان. تشکر، شکر سر شما هم که من می بینیم تان نزدی. خوش شدم که امروز در کلبه غریبانه نبی عطایی شما تشریف آوردین، خصوصا در بغل کو، عوام بسا گرم. خواهش میکنم، هم یک دیدارتان یک دنیا ارزش داره. تشکر، شما زنده باشین سید. شما زنده باشین. کاکا نبی عزیز، بگوین چه وقت میشه در سینما هستین شما؟ من خاطر است که ازم سر خودم باید معرفی کنم. محمد نبی عطایی یکی از هنرپیشه‌های سینمای افغانستان. من مدت 42 سال است که در سینما پا گذاشتیم. خیلی و تخمین 78 فیلم یا 7 فیلم من نقش بازی کردیم و یک دعوت به سینمای امریکا شدم که فیلم کاغذ برانباز نقش بازی کردم. در امریکا؟ بله، و در شهر چین در اوجه نقش بازی کردیم و یک فیلم دیگر دعوت شدیم به سینمای ایران که به نام خاک مرجان یک فیلم نقش بازی کردیم و فعلا هم در پالوی از 78 فیلم یک 4 فیلم هم فعلا ما زیر دست دارم از طریق دفتر استاد سلیم شاهین. دیگه اینمیت کارا رو کدر روان هستیم دیگه تا بالا پنا با خدا. فیلم هایی که شما در امریکا و چین کار کردین مربوط افغان های خود ما بوده یا نه مربوط سینمای از اونا بود؟ والا نه، مربوط سینمای از اون بود. خب باز اتی بود که اونر پیش هایی که دو کاست کده بود 3-4 نفر افغانی بود، 3-4 نفر پاکستانی بود، 3-4 نفر هم هندی بود و اونمور ما مشترکن کار کردیم. از اول سینما بگوین، چه قسم سینما بود، چه قسم نبود، چه قسم فیلم ها
کار گرفته میشد، چه قسم نقشا داشته، قصه کنین از سابق. قصه فیلم های سابق دیگه، سینما های سابق که بود دیگه، در روز سه تایم سینما های ما فیلم میچلاند. یکی از ساعت 10 بجه تا 12، یکی از 1 بجه تا 5، یکی هم از 6 بجه شروع میشد تا 8 بجه، 9 بجه، خود دمی تایم آخرش 12 ختم میشد. دمی تیم و 4 تیم 5 تیم که فیلم میچلید، خوستن خودم شخصا دمی کل تیمش ما بودم هر روز، خصوصا با دو فیلم های سابق می آمد، فیلم های بچه ساقی بود، پرانات، فیلم های دلیپ کمار بود، هندی بود، هندی و هندی با بنام دارا سنگ بود، او بسا خطرناک فیلم ها بود، در مسابق ما بسا خطرناک بود، حالا الهی دیگه او فیلم ها را می دیدیم، حتی که در سینما چوکیار جایی نمی ماند، بازار سیت تکت می کدم، این کارها را می کدم به می حساب سینما و فیلم ها، بسار یک آزادی بسا خوبی بود. دیگه 12 شب کدم سینما مبرامدیم، آسا آسا نمیشور بازار سابق، بسا یک کوچه تنگک بود، یک موتر اگر تیر میشه در پولیش یک کراچی یا بایسکل تیر نمیتونید، بسا خورد بود. دیگه حالا باید دکان ها از بین رفت و سرک پخته شد و گپا شد، نواوری شد، نواوری شد بلیا. دیگه امارت اسلامی که آمد، از آمدنشان خوش شدیم، یک اسلام است، برادر ماست، پشتون ماست، با غیرت مردم است، از ایش خوش شدیم. من تا که هنرمند دستش از کار گرفت، در این مالجگرخون هستیم به خاطر از این که دو تا بچه ایم از هنرمند موسیقی بیکار در خانه است، و یکی که بچه کلان مرم، یک بچه پنشیری با مرمی زدک، یک 6 سانتی 7 سانتی پایکش کوتاه شده، کم دیگه که پایش شکستانده، دیگه اینا هنرمند هست، این می تفلکایش بود کارو پیشتر دیدین، دیگه بام خانه نشین شده و بچه خوردم بام خانه نشین شده، خودم بام خانه نشین شدیم. دیگه نال مشکل ما در این میز پیشتر گفتی که پشانی تمه تو ترش میبینم، جگرخونی هر قدر که من تو کتی دستم می پشانی رو تو راست میکنم نمیشه. عطایی صاحب، شما گفتین دست ما را از هنر سینما گرفتن، تقریبا 2 ماه پیش و 1.5 ماه پیش یک فیلم افتتاح شد به نام فیلم رای پاک، هم از سینماگرها جمع شده بودن، گفته بودن که مونایی که در سینما کار میکنه اصلا مشکل نداره، میتونن که فیلم ثبت کنن اما در سایه دین اسلام همون نکات شده در نظر بگیرن. باز چطور شد که اینا دست گرفتن؟ اینا دست گرفتن از طریق خودشون است که ریاست افغان فیلم است. در افغان فیلم ریاست هست، رئیس تعیین شده، اینا دو رئیس که سینماگر هنرمند هنرپیشه را نخواه، دو بیادر داستان سوجن نته، ما از روی چی جور کنیم؟ ما خسرانه نمیتونیم که ما بریم در افغان فیلم بگویم ما فیلم جور میکنم، بگوی از روی چی رقم مرا سوجه تا نه، تو سوجه بته مرا داستان بته مرا که من مورا کار کنم، اونا که نگوی دیگه ما خو نمیتونیم. اونا دست بکار باید چند تشویق کنن؟ بله، افغان فیلم که از ریاستش تعیین شده، رئیس وظیفه داره که این میکار پیش ببره. دقیقا، فعلا خودگم مصروف هنر سینما هم نیستین، از کار باری ناماندین و بچه ها هم بیکار هستن، این خرچ روزگار چطور میشه؟ خانه از خودتان هست نیست؟ خانه را کرام میتم 4000 دیگه، این تخمینی خانه پیش من 35 سال یا 40 سال است که نست، من نمیفهم که صاحبش کجاست، اما یک نفر وکیل از طرف خود انتخاب کردم، ما نه میانم و 4 قطعه‌داری را میتمش، یا قرض میکنم یا وام میکنم و کرای خانه را میتم، مجبور هستم. و خود من 76 سال عمرم شده دمی کوچه شور بازار خرابات، من تولد شدم زاده می کوچه هستم، اما ما یک خانه شخصی ندارم، خانه گروی ندارم، بخاطر که من راست کار کردم، آرام نگرفتیم. اگر سینماگر دایرکتر می آمد پشت ما، نمی گفتم که مرا نخ پیسه بده، می گفتم هزار دفعه. ما از طریق هنر خود به مردم خود خدمت می کردم که در لبای چشمای اشپر وطندارای خود من لبخند می آوردم. خیلی مشکل است.
همین زیادتر مردم که در رسانه هستن یا هنر پشی سینما هستن یا آوازخوان هستن، هر کس به هنر دارن اگه از رای علال خوب پیش ببرن اون علال است. با زیادتر کسا فکر میکنه اوهوی چقدر پیسه داشته باشه، خدا میدانه در خارج چند تا خانه داشته باشه، حساب بانکی ازی زیاد باشه، اما وقتی که بیایی از زندگیش مشاهده کنی قصهش بشنی اصلا پشت سنه دیگه چیز است. شما تشریف آوردین در خانه من، اینا رو شما ببینین، اولی مرا ببینین، این دیوالا رو ببینین، اینی خانه که نشسته ما شما اینا ببینین، این خانه یک فقیرانه که یک ملنگ ها میخستم خانه ندارم. این ما دنیمی هم گزاره کردیم، اما بازم به وطن خود، به مردم خود هزار سلام تقدیم میکنم. بلی از خدا جور بیاین، دست به دست بتین، وطن جور کنین، جوان ها را کار بتین، کلش گذایی گر شد، کلش پودری شد، ما چی جور کنیم؟ اما کس به هنرم کار کسی یاد داشته کنه ما هم دیگه مانده یک طرف. کس به هنر قسم دغال آتش بلوط واره یا آتش هرچه واره، اگر پفش کنی تازه است، نکنی سرش خاکستر میشه، خاک میگرده و هم از بین میره. کوچه خرابات سابق بسیار یک بابرکت کوچه بود، حالا که مردم میگن کوچه خرابات، خرابات دیگه چیز فکر میکنن، اما اصل کوچه خرابات بسیار یک کوچه هم خرابات بودم مناجات. چرا می عطایی صاحب ببخشین گفتانم گرفتم، چرا کوچه خرابات میگن؟ به خاطر از اینکه مردمش خوب خرابات کاکه بود، زیاد مصرف میکردن، زیاد مصرف میکردن. این حال من شما را میگم، اول در کوچه خرابات یکان 12 تا خانقا بود، این شبای جمعه کل از این ختم قرآن بود، ذکر بود، نادخانی بود، مصرف میکردن دیگه. مردم بینمی استادای خرابات بزرگای سابقش، استاد سرانگ بود، امیر محمد بود، استاد شهیدا بود، استاد رحیم بخت بود، استاد نبی گل بود، استاد رحیم گل بود، استاد موسی قاسمی بود، استاد غلام حسن بود، استاد غلام حسین بود، اینی استادا بود دیگه. استاد نتو بود، یادم کوچه که از موتر که شما تا شدید دیدیم یکی بدگه، اینمی جک سماوات بود، این یک تخت بسا کلام دادگی بود، بازی جمعه هنرمند ها یک تخت کرمبول مندگی بود، دو تخت سطرنج. بازی بزرگای موسیقی هم اونجا می آمدن، کسی در سطرنج مشغول بود، کسی در کرمبول. این همی جمعه دارن مردمی که از طرف شهر می آمدن، طرف شهدا هم سوالین می رفتن، اینجا در دان کوچک شما پیشتر گفتین ما در دان کوچه هستیم، اینجا می بود و پایدار رو خدا می کشیدن، در دستمال بسته می کدن، در زیر خل خود پایلو چه دی کوچه می رفتن طرف شهدا. این قدر صدق عقیده مردم کامل بود، پخته بود، مسلمان بود. دیگه در اینجا که در کوچه می رسید، یه استادا که می دید نفرن تا کور شیر پراته چای نمی داد، از این کوچه تیر نمی تانید که شهدا برن. و در سون کوچه که در سون شهدا می رفتن با این قسم ترام که بود خود از تاسبای خود می کشیدن. حالا که می بینیم در سر ادیرای ما، پدرای ما می بینیم بیادر یک تعداد مردم آمده خانه جور کرده، تشنابای خود سر ادیرا آورده. مرده ما قدر نداره، زنده ما قدر نداره، هیچ بیخی بیخی یک قبر سره وارستیم. خلاصه تو بگویم دوره سابق گذشت، احترام به قبر که داشتیم، بله بله، عقیده ما ضعیف شده، خیلی عقیده داشتیم به زیارت، بله، نظر می گرفتیم چهارشنبه به چهارشنبه، بله، کلش از بین رفته، نظر مشکل کشا بود، می گرفتن سابقا بازی که امین نو که رادیو آمد دنیمی پایین گارتا شدیم، من نشامد می تیم یک پای سیمیتی بالا شد و چنگک ها زدگی، بازی جمعی لاسپیکر بند کردن بنا به حساب رادیو. بازی جا کل مردم نو رادیو را دیده بود، بازم این نان شو که میخوردن این گلم چه کاکت چای جوش های سیار را در یک دان جوش میکدن، میگرفتن این چای دم میکدن در زیر پای رادیو منداختن که پای رادیو چی میگه. یک جمع جوش بوده تو نبود که خانه فلانی، دختر فلانی، زن فلانی. من خودم تا سند 14 سالگی با دخترای کوچه جز بازی میکدم، جز بازی، پنجاق بازی، اما این گپ های در فکر ما نبود که کسی از حضرتی دختر هستی بچه هست، دلای ما نفاق دلا نبود، پاک بود، بسیار مردم های چی بگویم دیگه، هر لحظه از اون که بگویم داغ دل است، باغ دل نیست، داغ دل است. زیاد زن هم اینجا زندگی میکردن، آوازخوان های خیلی مشهور بودن، بلی، استاد معوج بودن امثال از اینا، از اونا یاد کنین، از اونا دیگه زمان که رادیو کدام برنامه کدام پروگرامه میداشتن میرفتن دیگه دم خانه خود میامدن سنگین. عطایی همسایه با او همسایه همی صدای داره کس نمیشنید، با صدای بلند گپ نمیزدن،
میگه شرم است از کوچه مردم بیگانه تیر میشه، آواز ما را میشنوایی بخش ما گناه میشه، ما مسلمان هستیم. قدر مردم دل پاک و نیت بخیر بودن. بچه مرسل جان، جان پدر جان، یعنی من دیگر از ماجد برآمدم، مدیر اسمان اینجا دمروی ما گرفت، یک چیز را کسی ما یک سوال مطرح کرد. دیگه من گفتم باش که ما ببینیم شو با امرای دخترم مشوره کنم که اونا در این باره چی میگه. اونا میگه که اگر رضایتان باشه، رضای دخترکت باشه، ما میاییم در خانه برنامه دخترکت خواستگاری میکنیم بخش اسماعیل جان. مفتون بلا بیادر، من چیز گفته نمیتونم، من میرم در خانه مشوره میکنم که رضایت دخترم ببینم که رضایت میته نمیته. دیگه این حال آمدم میگه پا کتی تو یک یادواری کردم که لباری دیگه تو چی میگی؟ پدر جان تو چی میگی؟ او یک آدم بیکار است، عجیب پدر خود میخوره. بچه ما پشت جیب پدرش نگرد، مقصد مرد دوست که یک لقمه نان خشک پیدا کند، کراچیوانی کند، جوالیگری کند، با غیرت، با آبرو، اونمو زن خدا یک لقمه نان بده. پدر کراچی هم نداره، یک زدست که تنبل است، یک سمستر چهار بار خوانده، مکتب در 22 سال خلاص کرد، 12 سال در 22 سال خلاص کرد. خی چی کنم من؟ این شرایط بی بی، این روز روزگار من بی بی، مادر خدا به من فوت کرد، ما تو ماندیم تنها، من تابکه از خاطر تو در پایین زورانه پرتم میجا بیشینم. خیلی من چی کنم؟ سبای خدا نکنه یک نام بد بر تو پیدا نشه، یک نام بد بر من پیدا نشه. افغان هستم، اگر خدا نکنه این نام سر من بیایه، من خودکشی میکنم. چی کنم خیلی؟ قدر من به سر بار غم هستم؟ بار غم نمی معلومات هست که نمی بار غم هستی که بخش من تو یک نام بد پیدا کنی یک بار غم بتره. پدر جان تال من برد نام بد پیدا نکرده، مکتب خواندم، پنتون خواندم، بنام نیک خواندم. حالا تو نمیشه کار کس آمد ما رو برم شوهر انتخاب کنم. حالا تو خو خواندی مکتب خموگدمی، مکتب هم که خواندی مسرت خواندم که باش صاحب یک آب رو بیدر کبی. حالو بچگا کام بچگا کام دوازدر خلاص کرده در پانتون هست، امکان داره که پانتون برای تبه میخوانه، سبب و دکتر میشه، تام در پالیش یک چیز جور میشه. پدر جان آدم که 7 سال تبه 10 سال بخوانه و چه قسم مرا خوش نگاه کرده میتونه؟ از خود کاروبار نداره، شخصیت نداره، زندگی نداره، پدرش هم پیسه نداره، بگوی پدرش پیسه داره. حالو که دکتر نشد یک پیاده دفتر خواه شد، یک لبه یک شعبه را خواست خوند که برم اون مکتوب یا اون دوستی را ببره. تو مغز سر مرا خوردی، یه بعد ننه تو میرفتی. پدر او به کل دخترهای کوچه دست از او روز نداره. 24 سال ببین اون دختر اونو کاکا چیست؟ کاکا آسمان است؟ چی میگن؟ نامش یادم رفته. کاکا کبیر است. سر از اون نمو ایج بلا در پس کاکا کبیر هم ایج پشتش نگرد ایج نمیتون مدرشوی گمش که بیشی خراب. چطور بود تایی سر؟ بسار مقبول، بسار مقبول. من میتونم؟ چرا نه؟ دیگه اول دفعه این بود نمیفهم تانستم نتم. من خدا کنه که دیگه پای مازرده نشده باشی. خواهش میکنم تمثیل بود دیگه. هر کس علاقه و شوقش هست، یکی به سینما علاقه داره، یکی به دکتری علاقه داره. دیگه من کس به که خوش داره خدا کنه مورا پیش ببره. پیش ببره و کامیاب و موفق باشه. بله بله. از سینمای خارجی بگوین که کی ها را مشناسین، امروی کدامشان دوست هستین، فیلم بازی کرده نکرده؟ والا می هر کسی که در رشته افتم زمانه رفتم کار میکنم، من دوستش دارم هر کسی که هست، در جای کس. چرا او یک معلم جامعه است، من معلم بسیار دوست دارم. معلم است که ما را به مقصد ما میرسانه، به مراد ما میرسانه، اگر خود ما فکر کنیم، اگر خود ما کوشش کنیم، حتی به چوکی یا سجنبوری ها ما را معلم میرسانه، نه دیگه کس. اما کوششی که خودم نکنم پیاده دفترم نمیشه. دیگه آشنایی دارین ندارین؟ امروی شما دوست هستین، در ارتباط هستین؟ مثلا شاهین صاحب که هستن امروی حتی درمندر افغانستان میگنش امروی از اونا ارتباط داره. امروی اونر پیشایی که در هندوستان هستن، شما با کی ارتباط دارین؟ من با کسی ارتباط فعلا ندارم. من ندارم ارتباط. من فعلا در افغانستان، چرا که من نرفتم که کتبنا نشست کنم
یکی باید اگر دید و بادید کنم. آنمو دختر انیل کمار که بخشما که تقدیر نامه رایی کرده هیچ من نمیشناسمش ندیدیمش، تشکری میکنم از پیشش که بازم نادیده کایی برای من تقدیر نامه از ویژه روان کرده. تقدیر نامه عطای صاحب هم میبینیم خیلی تقدیر نامه داره، خیلی زیاد است دیگه، به حساب است هر قدر که حسابم کنیم بازم کم است. نام خدا یک شخص فعال بوده، یک شخصی بوده که دیگه فعالیتاش بشمار. عطای صاحب؟ بله. از تقدیر نامه است که ما دمی فلمای خود گرفتیم. ای در چین هستم، در یک مجلس هستم که به نماز جمعه میرم و در زیرش هم اخبارم هست. دغبار هم چاپ شدیم، این هم دغبار چاپ شدیم، این هم دغبار چاپ شده. یک مصاحبه تلویزیون آینه است که رفتیم، این در امریکا اینم این دخترک آشپز ما بود که نان مسلمانی برای ما پخته میکرد، در فلم کاغذ برام باز دیگه نیمی لحظه تقدیر است، خیلی زیاد است. بله صاحب، اینمی تقلب تقدیر برای ما که توضیح کدن، لطف کدن، مهربانی کدن، خورشید و بازه جور چیزهای دیگه و دیگه. من تشکری میکنم از پیش کلش، یعنی آینا یه دیگه تقدیر نامای نیستن که در یک سال دو سال به یک گمر تقدیر نماستن، یک گمر صاحب خیلی زیاد است. بعض وقتا این تقدیر نامه رو میبینین جگر خون نمیشین، میگید زحمات ما شد، جگر خون میشم بخاطر از اینکه من میگم ما فهم عمرم که من در سینما خود انداختم و زحمت کشیدم. این تقدیر نامه هند است که بخش من روان شدم. میتونین که شما بدون از اینکه ببینن آشنایی داشته باشن تقدیر نامه رو در افغانستان برتان روان. بله بله. عطایی صاحب، شما نقش به چه فلم داشتین؟ والا در یک فلم داشتیم که کدام فلم بزار ما در یک فلم داشتیم. از این بگوین خیلی ما خانه میخواستم این تقدیر نامه ایست که بخش من امریکا داده از فلم خاص برام باز نانه چیزی که نوشته کده اما خوبی بدی مره خوبی تانه گفته دیگه. بله دیگه، یاد بازی صاحب اطلاعات برنگ است صاحب این مقدوم. عطایی صاحب بله از این بگوین که در فلم چند بار آرسی کردین، در زندگی واقعی چند بار آرسی کردین شما؟ والا در فلم بی سوال خوب کردی، در فلم تخمین اگران 20-25 آرسی کردیم. از کدامش آرسی بودیم؟ نه بسیار آرسی کردیم، اما خودم که شخصا آرسی کردیم یک آرسی کردیم. یک آرسی؟ بله. اما ما اونجا یک اکس دیگر هم دیدم. او خوب در خارج بود، او دیگه در جمع آرسی حساب نمیشه. او در خارج بود کمی اکسای ما است که در چین خیلی اکسای زیاد هم دارن نام خدا در چین و در امریکا و در میجای صنایع فلم هست و باز چیز هست دیگه. اینی هم اینه در چین هستم که این ترجمانم هست، این خودم هستم، این دلیورم هست دیگه. اینی بیشی پری غلامیز دختر فلم، انجینر صاحب لطیف است. اینی در چین هستم که ما کتیزی آرستی کردیم دیگه. این عدست مشکلات زندگی پس آمدم و گوه کمو جماندم. دلشان چطور نارام است میگه و گوه کمو جماندم؟ پشیمان هستین که راهش کردیم؟ چطور نی؟ عشقالی صاحب است، تلویزیون آینه است دیگه. این مکسای است که دمی باره فلم و دمی سنای فلم گرفته شده بیادر یعنی ها کلش اینه فلم هست، عکس هست، اینه دفترم هست، بچگه که کرزای خود کرزای هست، اینجا شاروال سابق کابل هست دیگه. یعنی اینجا اینه خود بیار صاحب هست و رسول ایمان هست و خودم هست و مستانی فلم هست دیگه. یعنی کاکا بابا هست و خود بیار هست و فلم از کلیش یک خاطره از پیش من. زندگی خود تیر میشه، زندگی با ما خود هم شب روز میشه، از عمر از تیر میشه. این دختره که در چین ما چاینک میگرفتم مرا در بغل گرفت،
دست خودی قسم آورد که ریشت قیچی میکنم من تو را میگیرم. من گفتم نه، من نمیتونم که تو را میگیرم. بس از دیگه. بس از دیگه.